درود میگم به اون دوستانی که از همکنون به ما پیوستن. شنونده برنامه بدون مرز هستید و خسته نباشید میگم به همراهانی که از ابتدای برنامه با ما بودن. عزیزان، در هفته گذشته اخبار مربوط به تظاهرات و ناآرامی های مردم ونزوئلا در صدر اخبار جهان بود. همچنین اخبار از گوش و کنار، اخبار زیادی در مورد نفت و تجارت اون شنیده میشد. تحلیل های زیادی در این رابطه از سوی مفسران ارائه شده و هر کدوم از منظر گرایش های سیاسی که داشتن موضع‌گیری یا اطلاع رسانی کردن. اما از نقطه نظر دکترین بدون مرز، همونجور که گرفتاری انسان ها رو از دیانت میدونیم و دیانت رو ناکارآمد ساختیم که باعث گرفتاری مردم شده، از یک سو هم خیلی از گرفتاری ها رو از سیاست و اینجور سیاست بازی های پر از خدعه و نیرنگ میدونیم که این دو در کنار هم و با همکاری هم دیانت و سیاست سالیان ساله که مردم رو استثمار میکنن و این دنیایی که میبینیم حاصل عملکرد این دوست. با ما باشید و روشنگری امروز برنامه بدون مرز رو ببینید که در دنیای سیاست چگونه برنامه ریزی کردن تا ثروت بیشتری رو نصیب قطب قدرتمند و ثروتمند دنیا بکنن و با قربانی کردن زندگی انسانهای زیادی به خواسته های خودشان برسن. در این قسمت برنامه همکارمون آقای مهندس طباطبایی توضیحات مفصلی دارند که با هم میشنویم. درود بر شما جناب طباطبایی، بفرمایید. درود بر شما و بر مخاطبان گرامی این برنامه. شما در صحبتاتون راجع به دیانت و سیاست صحبت کردید، اینکه هر دوشون در کنار هم و با همکاری همدیگر سالهاست که مردم را استثمار میکنند. در خاورمیانه همکاری و همراهی سیاست و دیانت از بسیاری از جهات بعد اقتصادی هم دارد، یعنی اینکه خاورمیانه سرزمین نیست غنی از منابع بیکران انرژی و در این منطقه اگر مافیای سیاست و دیانت همکاری میکنند، بیشک و بلا تردید موضوع نفت موضوع مهمی است و اونها در این زمینه سرمایه‌گذاری کلانی کردند و ما میخوایم امروز با توجه به در هفته های اخیر هم بحثای تحریم کامل نفت ایران بود و پایان معافیتی که آمریکا برای چند کشور مشتری نفت ایران در نظر گرفته بود، تصمیم داریم که در این موضوع هم صحبتی بکنیم، ببینیم که نقش مافیای سیاست و دیانت در این زمینه چیست. در این روزها پیش بینی شده بود که با خارج شدن ایران از لیست تولید کنندگان و یا لیست عرضه کنندگان نفت، قیمت نفت بالا بره، ولی این اتفاق نیفتاد. قیمت نفت علی‌رغم پیشبینی ها نه تنها افزایش نیافت، بلکه به دلیل انتشار گزارش های افزایش تولید و ذخایر نفت آمریکا و از طرفی ارائه تضمین از طرف عربستان و امارات به بازارها برای جلوگیری از کمبود نفت، حدود 3% هم قیمت نفت کاهش داشت و به حدود 70 دلار صعود کرد برای هر بشکه. در این ویدئویی که ما الان می‌خوایم در مورد صحبت کنیم، تلاش شده که به مخاطبان گرامی نشون بدیم که اصولا تحریمی در کار نیست و تمام این سخن پراکنی ها در واقع به سخره گرفتن افکار عمومی و بازی های سیاسی با یک حکومت مذهبی دستشانده است. پس ابتدا گذری خواهیم داشت به تاریخچه تولید و فروش نفت بر اساس اطلاعات آماری شرکت بریتیش پترولیوم که به نظر نمی رسد معتبرتر از این آمار در جایی وجود داشته باشد. ببینیم، می رویم به دهه 60 میلادی. اکنون ما مطابق این آمار در سال 1966 هستیم. اعدادی هم که در این نمودار نمایش داده شده بر اساس 1000 بشک نفت در روز هست. خب می بینیم که آمریکا با 9 میلیون بشک نفت، عربستان سعودی با 2 میلیون و ایران هم در همون حدود 2 میلیون تولید نفت داشتن و جمعاً تولید نفت جهان 31 میلیون بشک برآورد شده. چند سال جلوتر می رویم، میبینیم که شوروی نفتی، ونزوئلا و کویت ظهور کردن تا میرسیم به سال 1971 که آمریکا همچنان پیشتاز است با 11 میلیون، شوروی 7، ونزوئلا بالای 3.5 و ایران و سعودی هر کدام نزدیک به 4 میلیون. کل تولید نفت جهان هم رسیده بود به 48 میلیون.
حالا میرسیم به سال 1974، سالهای بحران نفت. نقش اوپک، تولید ایران و سعودی در مجموع به حدود 14 میلیون رسیده بود. سعودی البته اندکی جلوتر بود. آمریکا هم در حد 11 و شوروی نزدیک به 9. شاه در این سالها به کمپانی‌های نفتی اعتراض میکرد که چرا تولید سعودی از ایران جلوتر افتاده، 8 میلیون در برابر 6 میلیون، و از طرفی هم به دلیل عدم استفاده درست از منابع نفت ایران توسط کنسرسیوم، شاه اونا تهدید میکرد که قرارداد نفت رو تمدید نخواهد کرد. البته شاه فراموش کرده بود که در برابر دنیا ایستاده و فراموش کرده بود که گرانی نفت هم به اسم او تمام شده. پس تلاش این کشور رو برای اینه که نگذارن ایران یک کشور کلیدی در تولید نفت باشد. البته ایران در طی سالهای 1975 تا 78 با تولید نزدیک به 6 میلیون در مقابل کل تولید ایران که 60 میلیون بشکه در روز بود، تنها 10% بازار نفت رو تحت تاثیر قرار میداد، در حالی که یک دنیا پذیرفته بودن که شاه عقاب اوپک است و تصمیم گیری در قیمت نفت، و متاسفانه سود افزایش قیمت نفت رو دیگران می‌برده و بدنامی آن برای ایران و شاه بود. رسیدیم به انقلاب. در سانه انقلاب تولید نفت ایران حدود 5.5 میلیون بشکه بود، ولی سعودی 9 میلیون، آمریکا 11 و شوروی 10، و تاثیرگذاری ایران همچنان 10%. حالا سال 1979 انقلاب شد. تولید نفت ایران بعد از انقلاب رسید به کمتر از 2 میلیون، در حالی که تولید جهانی به 65 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد. یعنی قیمت نفت به جای اینکه افزایش پیدا کنه نزول هم کرد. برای اولین بار ما اینجا واژه تحریم نفتی رو در مقابل ایران در رسانه‌ها شنیدیم و حکومت اسلامی کارکی که از سفارت آمریکا رو اشغال کرد و تحریم نفتی شد. البته فرقی هم نمی کرد، چون کارکنان شرکت نفت مدت‌ها بود که باد پشتشون خورده بود، کار نمی کردن. کنسرسیوم شرکت‌های خارجی هم که رفته بودن و اعتصاب و کارهای سیاسی و جریانات سیاسی هم در شرکت نفت همچنان فعال بود و اگر ایران تحریم هم نمی‌شد نمی‌توانست تولید کنند. خب پرسش اینجاست، حالا اون زمان تحریم بر ضد ایران انجام شد، آیا ایران فلج شد؟ هرگز. نه تنها فلج نشد، بلکه وارد جنگی 8 ساله هم شد که 1000 میلیارد دلار خسارت دید و از طرفی میلیاردها دلار اسلحه هم خرید، از جمله از اسرائیل. که جالبه که وقتی میگیم اسرائیل، یعنی اینجا ماهیت و چهره دروغین طراحان شعار مرگ بر اسرائیل رژیم و راهپیمای روز قدس خود به خود به چالش کشیده میشه. چرا؟ اینجا موضوع اینه که ایران هم پول برای بقای خودش داشت، هم برای خرید اسلحه. به راستی این پول از کجا آمد؟ ایران در دهه 1980 با وجود تحریم نفت چطور نفت فروخت؟ اگر پاسخ به این سوال داده شود، آنگاه خواهیم فهمید که چرا سران رژیم با قلدری و بی‌پروایی راجع به تحریم صحبت می‌کردند و همچنان می‌کنند. در واقع کشورهایی که تحریم می‌کنند، راه حل هم ایجاد می‌کنند. نفت باید برود، سلاح، جنگ، ناامنی، کشتار، آوارگی جایگزین آن شود. اصولا دین و سیاست برای همین ایجاد شده. پس راهکار مقابله با تحریم هم روی میز گذاشته می شود. به خاطر اینکه در این بازار تجارت کسانی هستند که به گفته خودشون با سیاست کاری ندارن، میگوین فروشنده نفت هست، خریدار هم هست، ما هم که بیزنس بلد هستیم، پس چرا نه. در اینجا یه نمونه از این مردان عرصه بیزنس و تجارت حضور شما معرفی می شود. کسانی که تحریم کردن این افراد رو به حال خود واگذاشتن. در این ویدئو که مروری است بر مقاله منتشر شده در سایت اکونومیست، می‌خوایم در مورد این مقاله بحث کنیم. عنوان مقاله در مورد آقای مارک ریچ است. مارک ریچ این نمونه است از افرادی که در این سالها چگونه از کنار تحریم‌ها ثروت هنگفتی به جیب زدن و هنوز هم همین روند ادامه داره. لزومی هم به پنهان‌کاری نیست، چون اصل ماجرا در همین مقاله و مقالات دیگر فاش شده که حالا به ترتیب بهش پرداخته میشه. اینجا نوشته شده که ایشون آقای مارک ریچ دنیا رو اسکن می‌کرد تا ببیند بحران کجاست، جنگ و کمبود کجا رو می‌دهد. جنگ کره، قطع صادرات نفت عرب در پی جنگ عرب اسرائیل، همه جا ایشون حضور داشت. خرید کالا زیر قیمت، ایشون خرید کالا زیر قیمت رو همچون درآوردن یک شیرینی از دست یک کودک میدانست. برای ایشون انقلاب 1979 و تحریم نفت ایران در واقع فرصت بود، فرصتی برای تجارت سودمند. ایشون نفت ایران رو به قیمتی که میخواست میخرید و به اسرائیل میفروخت و حتی برای سهولت در این معامله خط لوله‌ای هم ایجاد کرده بودند. این دقیقاً متن این مقاله است. خیلی زود ایشان تبدیل به بزرگترین تاجر نفتی مستقل در جهان شد که گردش مالی سال 1980 ایشان به 15 میلیارد دلار رسید. یادمون نره که درآمد نفت ایران در بهترین سالهای قبل از انقلاب کم بیش 20 میلیارد دلار و سالهای بعد از انقلاب به مراتب کمتر بود. این تجارت به مدت 15 سال ادامه یافت.
مسئله‌ای که اهمیت داشت این بود که تحریم‌های آمریکا به راحتی شکسته می‌شد، نفت ایران به فروش می‌رفت و ایشان و دیگر دلال‌ها سود کلانی از راه دلالی به دست می‌آوردند و پول نفتی که سهم ایران انقلابی بود روانه اسرائیل می‌شد و اسرائیلی‌ها برای تامین تسلیحات ایران در جنگ با عراق به تکاپو می‌افتادند و سلاح‌های لازم را مخفیانه و به چندی برابر قیمت به ایران می‌فروختند تا پول نفت را بازپرداخت کنند. در نهایت هم پس از چند بار رسوایی مانند ماجرای ایران کنترا و ایران گیت موضوع فاش شد. رئیس جمهور کلینتون آقای ریچ را مورد عفو قرار داد، البته به سفارش نخست وزیر اسرائیل رئیس موساد و همسر آقای مارکیچ که ایشان از حامیان سخاوتمند کمپین دموکرات‌ها بود. 15 سال خرید و فروش نفت، در نهایت هم عفو. مثلا ایران تحریم بود و آمریکا هم در خلیج فارس حضور داشت و حتما هم مواظب بوده که تحریم‌ها لغو نگردد. در مقاله دیگری در روزنامه گاردین به همین مسئله اشاره شده. از قول آقای مارک ریچ که دیگر به سلطان نفت موسوم شده بود، گفته شده من خدمات ارائه میدم. کسانی هستن که میخوان به من بفروشند، کسانی دیگری هستن که میخرن. من تاجر هستم، نه سیاست ندار. البته او حتی فاش کرده که شخص خمینی هم در جریان انتقال و فروش نفت ایران به اسرائیل بوده است. همین مطلب در روزنامه داخل اسرائیل مانند هارس هم فاش شده و کسی ابایی ندارد که به مردم اسرائیل بگوید چطور سیاست مدارانشون به تجارت رژیمی کمک کردند که شعار نابودی اسرائیل را سر می داد و به ویژه در اون سالها، سالهای 1980 و اوایل 1990، هر روز یا هر هفته رویدادی تروریستی با حمایت ایران در جای جای اسرائیل اتفاق می افتاد. البته این مردم بودن که کشته می شدن و نه سیاست مداران. از طرف دیگه این مردم ایران بودن که در جنگ قتل عام می شدن و مردم عراق هم تلفات می دادن، ولی رهبران دو کشور یا سیاستمداران مثلا تحریم کننده آسیبی بهشون نمی رسید. حالا برمیگردیم به همون جدول قبلی، آمار شرکت بریتیش پترولیوم. چه اتفاقی افتاد؟ تولید نفت ایران پس از سالهای 1994 ادامه یافت. تحریم ها بود به عناوین مختلف، تحریم های کلینتون، تحریم های بوش، ولی احتمالا آخوندها راه های دیگری هم داشتن برای فروش نفت. ما در این سالها دو نوع آمار داریم. آمار روزنامه ورسانه‌ای که میگوید ایران به دلیل تحریم‌ها قادر به تولید یا صادرات بیش از 2 میلیون بشکه در روز نیست. البته اون هم به اساس شهری. مثلا تو این نمودار به شما میگه که ایران در سال 2017 فقط 1 میلیون بشکه نفت صادر کرده. ولی آمار رسمی و علمی که بریتیش پترولیوم تهیه کرده میگه که ایران در سال 2017 نزدیک 5 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرده. حالا سوال اینجاست، بالاخره ایران تحریم است یا خیر؟ خب ایران چگونه نفت میفروشد؟ الان دیگه در این روزها، در این زمانه دیگه افرادی مانند آقای مارک ریچ که البته ایشون مرحوم شده، خود رو وارد این بازی ها نمی کنن. بانک ها در دست آنهاست. رژیم هر طوری که تحریم رو دور بزند، پول نفت وارد شبکه بانکی تحت کنترل آن آقایان می روند و آنها هستن که سر موعد به وقتش رسید حساب رو بلاک می کنن. چند نفر میان شکایتی علیه دولت ایران تنظیم می کنن و میلیاردها پول نفت مصادره میشه و میره و اتفاقی هم نمیفته. البته کافی سری به بازارهای نفت و دلالی نفت بزنید. دلال ها حتی در گوگل و اینترنت هم حضور دارن. گماشتگان رژیم مانند سرداران سپاه، ایرانی های تمکاری که شهروندی کشور دیگر رو با ترفندهای مختلف به دست آوردن، اینها همشون کار رو برای آخوندها ساده کردن. یک نمونه ایناش اینجا توی اینترنت شرکتی که در ترکیه ثبت شده و میگه که نفت رو با بهترین کیفیت برای فروش آماده داره. نفت ایران به هر میزان که ممکن باشد در همین شرایط تحریم به فروش خواهد رفت. پول آن هم قرار نیست به داخل کشور برود، چون مردم ایران سالهاست که با اسکناس‌های بی‌ارزش ریال زندگی می‌کنند. هر 4 سال یک بار در پی عدم عرضه ناگهانی دلار در بازار، ارزش پول ملی ایران 1/3 می‌شود و در مجموع ثروت ایرانی هر 4 سال یک بار به 1/3 کاهش می‌یابد و مردم ما از انقلاب 1979 تا کنون همچنان درجا زدند و میزنند. ولی آینده چه خواهد شد؟ اصولا چرا سیاست و دیانت اینطور دست به دست هم داده و میهن ما را به سوی نابودی میبرد؟ برنامه بعدی چیست؟ باز هم اینجا نقش دین و مذهب پررنگ خواهد بود. سری بزنیم به خاورمیانه و جایگاه ایران. ایران همراه با جنوب عراق، هر دو با مذهب شیعه، در مقابل کشورهای سنی مذهب مانند سعودی و شیخ نشینا و پاکستان و ترکیه. جنگ های نیابتی در سوریه و یمن عمدتا بین حکومت های اسلامی شیعه در یک طرف و حکومت های سنی در طرف دیگر. خب این وضعیت به کجا میخواهد برود؟ چرا باید حکومت های حاکم بر 200 میلیون شیعه در مقابل حکومت های حاکم بر 800 میلیون سنی جنگ نیابتی را بیندازند؟
و خاورمیانه در آتش این جنگ بسوزد و مردم کشته شوند و فرهنگ و تاریخ این سرزمین ها به نابودی کشانده شود. پاسخ در اینجاست: لزوم ادامه تجارت نفت در برابر سلاح. قبلا میگفتند نفت در برابر غذا، ولی مافیای دین و سیاست چنین نمیخواهد، چون مردم گرسنه و بی‌سواد راحت‌تر برای جنگ بسیج میشوند و این ترتیب سلاح به سادگی به فروش خواهد رفت. نگاه کن که چطور شیعیان افغانستان و پاکستان، این دو کشور فقیر، تحت عنوان مدافعین حرم برای چند صد دلار حقوق ماهانه به سوریه برده میشوند و جانشان را از دست میدن. یک نمونه‌اش. سری بزنیم به آمار رسمی دولت آمریکا از ذخایر نفت جهان در آغاز سال 2017. اعداد بر حسب میلیون بشکه نفت هستند. ببینید در این نمودار ونزوئلا با 300 میلیارد بشکه نفت ذخیره اول در جهان. البته میدونیم که الان هم ونزوئلا در بحران، احتمالاً بحران ادامه پیدا خواهد کرد، چون اونجا نفت هست، بحران هم باید باشد. در همین ویدیو گفتیم که آقای مارکریچ هر جا بحران بود ایشون هم بود. مشخصه دیگه چه خبره. در این نمودار میبینیم که سعودی دیگر سلطان ذخایر نفت نیست. ذخایر سعودی به دلیل تولید بالا به تدریج کاهش پیدا کرده. اکنون رسیده به 266 میلیارد بشکه. که البته باید گفت بیشتر این ذخایر در مناطق شیعه نشین شمال عربستان قرار دارد. ولی نکته مهم دیگر ایران و عراق، یعنی منظور استان خوزستان و استانهای جنوبی ایران همراه با استانهای جنوب عراق که عمده نفت عراق و ایران در این مناطق قرار دارد. مجموع ذخایر نفت این دو کشور هم روی هم ببینید به 300 میلیارد بشکه میرسد. اینجاست که نظریه ایجاد یک امارت اسلامی شیعه یا یک حکومت اسلامی شیعه در این منطقه روی میز قرار دارد. اگر بنابر تجزیه ایران و سعودی و عراق باشد، بیشتر این ذخایر نفت در محدوده کشوری قرار خواهد گرفت، حکومت شیعه قرار خواهد گرفت، در آینده قرار تشکیل بشود. همکنون بیش از 500 میلیارد بشکه نفت در این مناطق شیعه نشین قرار دارند. ولی مطمئناً تشکیل این حکومت اگر روی میز هست، با جنگ‌های خانمانسوز بیشتر و کشتار مردم همراه خواهد بود. پس آینده فروش سلاح هم تضمین خواهد شد. باز هم تاکید می‌کنم نفت در برابر سلاح. دوستی میگفت این نقشه خاورمیانه در آینده است. هیچ کشوری از این نقشه اهریمنی سود نخواهد بود به جز مافیای مخوف دین و سیاست. همانهایی که در گذشته اسلام را تقویت کردند، سپس آخوند و امام آوردند، سپس جنگ به راه انداختند، همچنان در این سالها نفت خریدند، سلاح فروختند و گاهی هم تحریم کردند. راهی نیست جز بیداری ما. این ما مردم خاورمیانه هستیم که یک روز باید دست به دست هم بدهیم و مذهب و سیاست را به خود آنها برگردانیم و بگوییم دیگر بس است.